دوباره خوش آمدین به ادامه برنامه. سپاس از اینکه حضور داریم. افغانستان یکی از جمله کشورهای کلان و بزرگی است که دارای معادن و زیربناهای عمده و اساسی برای تغییر وضعیت مردمان کشور در ابعاد گسترده و کلان میتونه باشد. افغانستان بر طبق سروی و گزارش جدیدی که روی دست گرفته شده که از بزرگترین و یا ثروتمندترین کشوری است در سطح جهان که سرمایه دست نخورده دارد. معدن افغانستان میتونه که راه نجات وضعیت کنونی مردم افغانستان از قبیل فقر، بیکاری و چالش‌های اقتصادی باشد. اگر ما بتونیم که بناهای معدن افغانستان را استخراج بکنیم، بدون شک میتونیم ما را تایید بکوبیم که وضعیت کنونی که رقتبار هست و وضعیت کنونی که منتج به آمدن بی‌نظمی های کلان در ابعاد گسترده میتونه بگرده، بالای این وضعیت نایل بیاییم، اون وضعیت را حل بسازیم. چرا واقعا ما حکومت و نظام مسئولین مقامات و افرادی را نداشتیم تا به امروز که اون سرمایه دست نخورده ما را دست بزند و واقعا به خیر و فلاح مردم افغانستان بچرخاند؟ ما چقدر می توانیم که از طریق استخراج قانونی معادن کشور وضعیت کنونی را حل بسازیم؟ کیها پس در استخراج غیر قانونی معادن افغانستان نقش دارند؟ آیا تنها در اینجا مخالفین حکومت افغانستان هستند که بناهی و یا بهانه های متعدد می توانند معادن را به میل خود استخراج بکنند و یا عوامل دیگری است؟ حکومت افغانستان تایید کرده که افزون بر مخالفان مسئله دولت، شماری از مقام های برحال و پیشین در تاراج استخراج غیرقانونی معادن کشور نقش دارند. کمیته مستقل مشترک نظارت ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری با نشر گزارشی گفته که طالبان مسلح، گروه های مسلح غیر مسئول یا زورمندان محلی در بسیاری از محلات در استخراج غیرقانونی معادن نقش دارند. در همین مورد و در رابطه با تأثیرات این موضوع صحبت میکنیم با جناب محترم آقای رحمت الله غمی، سفیر حسن نیت جهانی برای افغانستان. سرزد خوش آمدین آقای غمی، وقت بر شما خوش. سلام به شما و بندگان شبکه جهانی تلویزیون افغان بزنس، از شما بخیر. سلامت باشین آقای غمی. بیاین صحبت بکنین که آیا واقعا ما یک کشور ثروتمند میتونیم به حساب بریم؟ ببینین، بیایم بحث ما از مقدمه آغاز کنیم. کانال ها یا ذخایری که ما داریم در مجموع، در کل ذخایر یا یعنی ذخایری ما در مجموع از جهان ذخایری که هستن، ارزش های مادی یا سرمایه محسوب میشن و که پترتن در اون قلم رو یا در جغرافیا که خلق شدن که کشورها یا جهان که یه ذخایر دارن، یک سرمایه مهم ذخیره شده هستند که این ذخایر تعیین شخصیت اقتصادی کشور در سطح جهان میکنن و تعیین یا روابط اقتصادی با جهان وصل میکنن. و برمیگردیم به افغانستان. بدون شک وقتی که ما پلیسی های جهانی که میبینیم که درگیر هستند و تاریخ که همچنان فلسفه وقتی که بیان میکنن، افغانستان یکی از ثروتمندترین کشور هستند که ذخایر دارن و این ما باید تایید کنیم که یک کشور ثروتمند هستند. ولی متاسفانه تنوز که ما به معیار جهانی نیستیم، تنوز آگاه نیستیم در این مورد، یک گپ جدا هستن و ایرا باید ما خبر ندیم که یک کشوری ثروتمند هستیم. بله، خیلی خوب. حالا اگر ما واقعا میتونستیم که معادن من را به خیر و فلاح مردم افغانستان و به گونه قانونی اون استخراج میکردیم، آقای غمی، آیا امروز ما نیازمند این بودیم که کشورهای دیگر بیان برای ما کمک بکنن، بودجه ما را تمویل بکنن، مشکلات اقتصادی ما را حل بکنن؟ ببینیم، میریم روی یک جامعه سالم. وقتی در یک جامعه سالم میریم، ما براتون میگم که قبلا هم براتون گفتیم که معدن یا ذخایر یک سرمایه ذخیره شده که بعد از طی مراحل پروسس که یا پروسس میکنن یا خودشون یا با قرارداد با کشورهای جهان دیگه، یک سرمایه کثیف برای کشور محسوب میشن. ولی در افغانستان اگر ما ببینیم، افغانستان، جامعه افغانستان، تا هنوز ما جهانی نیستیم.
اون معیارهایی که مثال در جهان دیده میشه در یرسه در فعالیت‌های ذخایر معدن در افغانستان تنوز به اون معیار نیستند. بدون شک اگر ما به شکل قانونی معدن همون پروسیجری تخلیه و ازدارشان اگر ما به شکل قانونی پیش می بردیم یعنی حتما یک سپورت یا یک بخش امایه قوی در یرسه کشور مسئول بشده. سوال در این است که اگر ما حکومت و نظام داریم و حرف از حاکمیت می زنیم و حرف از خدمت به مردم و ملت می زنیم، چرا این سرمایه های ما را نمیتونیم به خیر و فلاح مردم ما استخراج بکنیم؟ مشکل در چیست آقای غمایی؟ ما ضعیف هستیم، ناتوان هستیم و این که بنای تمایل و یا میل به خدمت به مردم نداریم. ببینین در اینجا سیاست گذاری جهان هستند. وقتی که ما میبینیم میاییم روی سیاست، سیاست های جانی اینجا مصروف هستند و کوشش دارند که قلم رو یا قلب آسیا را همیش جوگزین کردن. از این رو کشورهای همسایه همچنان نمیخواین که ذخایر معدن افغانستان حالا اونا کار خود را میکنن، نمیخواین، تمایل ندارن که ما استقلالیت مالی پیدا بکنیم. وظیفه ما چیست؟ وظیفه حکومت ما چیست که چگونه مبارزه بکنن با این وضعیت؟ ببینین در این عرصه حکومت هم دچار مشکل هستن، چون تشکلات قوی اجرایه اون چیزی که به شکل قانونی باید می‌داشتن و به شکل قانونی اجرا می‌کردن تنوز نیستن. بخش اجرای همچنان زیر فشارهای خارجی هستند. از این رو باید ما تحت فشار به شکل سلنگوری اجرا داشته باشیم. خیلی خوب، باورمند هستین که در ماه‌های آینده و یا سال‌های آینده و یا روزهای آینده ما نهایتاً بتوانیم که وضعیت را به زحمه خودمان تغییر بدهیم و از معادنمان استفاده خوبتر بکنیم؟ ببینین اگر قوی اجرای تشکیلاتشون به شکل قانونی ایجاد شوند و فعالیت های ما به شکل قانونی شایسته سالاری به نظر گرفته شود که بالاخره میره تا وزارت بخش مربوطهشون اگر پیش برن، طرح‌های درست جانی داشته باشیم و ما میتونیم که به شکل کلی نمیشه که مثلا بگیم که به شکل کلی شاید تغییرات بیاین، ولی یک سلسله خوبی ها شاید به وجود بیاین، ولی بعد تا وقت زمان ضرورت دارن که این به شکل نرمال اون چیزی که ضرورت است باید پیش. یک موضوعی که وجود داره آقای غمایی این است که مخالفین مسئله حکومت خیلی راحت میتوانن که به مناطق استراتژیک ما برن و در جغرافیای ما حضور داشته باشن و معادن ما را بنا بر میل خودشان استخراج بکنن و منفعت کلانی را به دست بیارن. اما ما که دارای حکومت هستیم، دارای نظام هستیم، دارای نظامیان هستیم، دارای مقامات و مسئولین هستیم، ما تو ظرفیت و توان به حد اون مخالف را نداریم که ما بریم استخراج بکنیم. چرا؟ ببینین این قبلن ما براتون اشاره کردیم یک بخش سیاستگذاری بیرونیستن که چرا ما باید حالا زیر تأثیر سیاستگذاری های بیرونی باشیم؟ چون که تشکیلات قوی اجرای زیر فشارهای بیرونیستن. از این رو یعنی ما این توان را نداریم از زیر فشارهای بیرونی بیرون بشیم؟ عموماً اگر داشته باشیم همچنان اجازه بعضی اوقات در بعضی حالات ما مجبور هستیم که سلنگور خود نشار بتیم و اون چیزی که نیاز است. یعنی ما تا حد توان اون مخالف هم این پتانسیل را نداریم؟ خب ما براتون قبلا نمیشاره کردیم که در این بعضی فشارهای خارجی هستن که باید به مو شکلی که بعضی مناطق ناامن شوه و جای مهمی که کانو و ذخایر هستن بعضی مناطق باید نامن شوه و اوجا ما دسترسی نداشته باشیم. ما باید همیشه اوجا ضعیف باشیم، قوی اجرای ما ضعیف باشن و از او طریق یا میتونه که همو اهدافی که دارن باید انجام بدن. ببینین نخستین یا اساسترین نکته شو نمیستن که اون سیاستگذاری جهانی که قوی اجرای و در پهلوی از مخالفین که یک بخش پروژهشان میشن
یا کلشان همزمان به مو اجرات چیزی یا میخواین به مشکل پیش میرن. خیلی خوب، اگر ما امروز معادنمان را بنابر خواست مردممان استخراج میکردیم و در اینجا ما حاکمیت میداشتیم و دست بلند و باز میداشتیم، وضعیت مردم را و وضعیت اقتصادی را چگونه میدیدید؟ طبعا اگر به شکل یک جامعه یا یک کشور سالم ما وضعیت میداشتیم و استخراج پروسسشون به شکل قانونی ما پیش میبردیم، ما فکر میکنم نه تنها به سطح آسیا، شاید به سطح جهان یک کشور اقتصاد خوب می داشتیم، یک کشور دارای اقتصاد خوب می بودیم. خب ولی تنوز ما مشکلات های داریم و نمی تونن که جلوگیری از این پیشرفت ما شدن. چه کاری الان نیاز است؟ چه باید شود آقای غمایی که ما اون مشکلات را پشت سر بگذاریم، از تحت تاثیر بودن کشورهای بیرونی بیرون بدراییم و بتوانیم که از معدنمان استفاده بکنیم؟ چه اقدامات و پلان و برنامه‌ای در کل مهم است؟ در این نخست چیزی که مهم است، ما قربانی نقطه استراتژیکی که در قلب آسیا هستیم و فعالیت‌های سیاسی که بیجا هستند، این را ما نمیتونیم که بگیم که ما این کار یا کدام طرح برشون داشته باشیم. خب باز هم میشه اگر ساکنین افغانستان و ما هم و با موجودیت احزاب یا تشکیل میتن بالاخره قوی اجرایه یک تشکیلات خوب داشته باشیم، میشه که یک سلسله تغییرات بیاین و این سوالی که شما کردین و این مشکلاتی که تنوز موجود هستن ایر ما حدسم کردن نمیتونیم که ایچی وقت شاید خوبی به طرف خوبی برن و یا امکانش داشته باشند، هنوز این بررسی نمیشن. خیلی خوب، حکومت ما توان این را داره آقای غمایی که با در کنار این که اگر مخالفین صدرا هستند، یک تعداد از شماری از مقامای برحال و پیشین هم در تاراج استخراج غیر قانونی معادن نقش دارند، حکومت این توان را داره تا این افراد را که در حکومت هستند و یا بیرون از حکومت هستند با اینا مقابله بکنه، مبارزه بکنه و مورد پیگرد قضایی قرار بده؟ ببینین، ضعف دولت ما هستند که ما امو شکل درست از سال خود نظام اقتصاد داریم، ولی ما تنوز امو نظام پیودالیزم و امو کلان قوام قریه که بودن تنوز و احترام و چیزا هستند. از یک سو امو سنت های اروپی قدیم تنوز ماندن و از دیگر سو مشکلات هایی که نیستن، از این رو دولت در قبال این چون این نوع اشخاص یا بعضی اوقات ساکت میمانن. بله، بسیار خوب. این گزارش تازه‌ای که به نشر رسیده بر بنیاد بررسی قوانین اسناد و مصاحبه با 351 نفر در 9 ولایت افغانستان تهیه شده، کم از کم 20% نمایندگان ولسی جرگی افغانستان را در تاراج و استخراج معادن افغانستان دستن در کار دانسته است. نبود هماهنگی میان مقامات دولتی، کمبود ظرفیت تکنیکی، مالی و بشری، سطح پایین تفتیش داخلی، نبود پالیسی و مقررهای مشخص برای مبارزه بر ضد فساد اداری، روند غیر شفاف و طولانی قراردادها و مداخلات بیرونی در آن بر بنیاد گزارش این کمیته زمینه را برای فساد در سکتور معادن افغانستان ایجاد کرده است. بر طبق این گزارشی که نشد، آقای غمایی 20% نمایندگان ولسی جرگی افغانستان هم بناهی در اینجا دخیل هستند. چه باید شود؟ ببینید، ما قبلا برتان گفتیم وقتی که فشارهای بیرونی میاین اشاره نمیستن که چی اندازه در بخش اجرایه باید جگزین باشن، چی بخش در مخالف باشن، چی بخش زندارا باشن و چی بخششون باید خود در مقابل از این ساکت یا سلنگر نشان بتن. اینمی کلشان پیشگیرهای بیرونی هستند، نمیخواین که افغانستان در این مورد به شکل قانونی فعالیت داشته باشند. بسیار خوب، نهایتاً وضعیت را شما چگونه میبینید؟ آیا ما در آینده های نزدیک میتونیم وضعیت کنونی را تغییر بدهیم یا خیر؟ ببینین، اگر نماینده مردم افغانستان و قوی اجرایه به شکل قانونی تشکیلات داشته باشند و حسنتاً یا بخواین که به کشور کار انجام بدن که به نفع کشور شود، میشه که یک سلسله تغییرات بیاییم، ولی ما بسیار مشکلات هایی که داشتیم و فعلا داریم نیاز به مقطع زمان هستند، زمانگیر هستند،
یعنی وقت زمان معین زمان ماها و چیزا نیستن امکان داره وقت بگیرن. بله خیلی ممنون. به صورت تشکر آقای رحمت الله غمی سفیر اسنونیت جهان برای افغانستان. ممنون کام تشکر از شما میکنم که بر ما وقت دارید. سلامت باشین و تشکر از شما بیننده های گرانقدرم که حضور داشتید بیننده این برنامه بودید. تا درود دیگر بدرود.